سلام و درود بچه ها. سلام 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 دهمی های عزیز، درود بر شما. صدامو دارید بچه ها؟ صدام هست؟ سلام و درود بیکران. صدامو دارید بچه ها؟ صدایی نیست فعلا. تصویر هست، صدا هست، نیست بچه ها؟ سلام و درود دهمی های عزیز، صدا دارید؟ اوه، همه چی اوکیه؟ درود بر شما، مرسی، آفرین، همه چی اوکیه؟ یه دفعه اومد پیامو. اوکیه، خب خوبه، پیاماتون نمی اومد بچه ها، الان اومد، من دیدم و اینا. اوکی، درود بر شما عزیزان دهمی، که البته دیگه دهم دیگه آخراشو ما میگیم عزیزان تقریبا دیگه یازدهمی. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. دکتر امیدوار هستم، دبیر درس فیزیک. ایشالله در سال تحصیلی جدید در مجموعه خوب فرزانگان، آموزشگاه فرزانگان در خدمت شما عزیزان هستیم. ایشالله فیزیکتون رو با خودم داریم، ایشالله فیزیک دهم و یازدهمتون رو، فرقی نمیکنه، چون اونایی که تمایل داشتن میتونن دهم هم با ما باشن و البته یازدهم هم که سال آینده میخونید با خودم هستید. یه جزوه خیلی خوب بهتون میدم، یه کلاس خیلی خوب و عالی داریم، فیزیک علاقه من میشید، میترکونین فیزیکو. یه جزوه رنگی تایپ شده تر و تمیز و خوشگل بهت میدم که هیچ جاشو نمونهشو هیچ جا نمونهشو ندیده باشید. درود بر شما. خب عزیزان، روژان، مبینا، زهرا، بقیه همه اوکی هن؟ همه هستن، صدای ما رو دارید، تصویر، صدا، همه چی تحت کنترل. بله، درود بیکران، غزل، پر، سه نقطه، نمیدونم پر چیه، مهشید، آیناز، زهرا، خیلی عمالی. خب افتخار دارم که امروز در خدمت شما عزیزانم در مجموعه فرزانگان. انشالله بریم امروز، این جزوه تو کانال هست، این جزوه تو کانال هست، بله هستش، میفرمایند که هستش، بله. ما میخوایم امروز یه ذره با هم دیگه کلنجار بریم. کلاس قبلی بچه‌ها 11امی بودن، یعنی اونایی که 11امو تموم کردن و اینا شال سال دیگه کنکوری هستن. خیلی کلاس خوبی بود، خیلی کلاس عالی بود، بچه‌ها مشارکت کامل، چون کلاسای ما اصلا مثل کلاسای دیگه نیست چرت بزنی بگیری بخوابی، همه فعالیت میکنن. انشالله شما هم همونطوری مثل بچه‌های 11امی بترکونید کلاس. و کلاس خیلی خوب بود، اصلا من نفهمیدم تایم کلاس چجوری رفت و بچه‌ها هم خیلی خوب مشارکت داشتن، کلی سوال حل کردیم، نکته گفتیم، یه جورایی آشنایی دیگه، با سبک کار آشنا بشید، من با شما آشنا بشم، با سطح شما، نحوه انجام کار رو ببینید و از این حرفا. خب بریم بچه‌ها، اگه سوال خاصی دارید میخواید از من بپرسید، سوالی که حالا در حیطه من هستش، من جوابتون رو بدم. من فقط حالا فکر میکنم دیده بشه، دیده میشه نه؟ اوکیه؟ من بیام این همچی جزوه ای من برای شما میدم انشاءالله تو طول سال تحصیلی. یه جزوه گفتم خیلی رنگی، تر و تمیز، خوشگل داری، میبینی که رنگی هم هست، فکر دیده میشه؟ آره اوکیه. خب یه جزوه رنگی، تست، نکته، مثلا اینطوری قشنگ تر و تمیز میبینیم، تست و اینا با هم دیگه تست میزنیم، فلان میکنیم، همه کار میکنیم. راجب راندمان و توان هم توضیح خلاصه بدید، چشم جواب میدم، این توضیح میدم. یه جزوه تر و تمیز بهت میدم که ایشالله کل سال این جزوه رو با هم کار میکنیم. صفر تا صد فیزیک دهمته و یازدهمت، این حالا دهمش بود، یازدهمش هم هست و دوازدهمش، حالا شما ایشالله سال بعد در خدمت شما عزیزان هستیم برای دوازدهم، دهم و یازدهم انشالله، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب تا اینجا اوکیه، بریم. سوالی دارید بپرسید، ندارید درباره انرژی کیسانی هم میشه توضیح بدید؟ بله میدم، خب توضیح میدم. اوکی دیگه، یکی پس شد راندمان و توان، یکی هم شد انرژی کیسانی. خب همین اول بسم الله بریم توضیح بدیم دیگه. خب بذارید من فقط یه صفحه سفید باز کنم برای شما عزیزان، بعد ببینیم داستان چیست. اوکی، فصل 4 رو کلن توضیح بدم، یا خدا خیلی هم عالی. تغییر حالت فصل 4 بچه ها خیلی داره، من باید با این سوالایی که شما پرسیدید من کل کتاب باید درز یک ساعت و این توضیح بدم. خب بچه ها پاره میذاریم رو گاز، بریم ببینیم تا هر جا که تونستم جوابتون رو میدم. چشم،
ببینیم که چقدر به ما زمان میدن، چون بعد از ما هم کلاس هستش اینجا. ما تقریبا تا یه رو به هفت، 10 دقیقه به 7 فرصت داریم. چشم، سعی میکنم که یه مقدار درس بدم، یه چند تا سوال خوبم با هم دیگه حل کنم. خب اولین دوستمون که اسمش یادم نیست کی بود، در مورد توان گفت. بچه ها ببینید، من توانو همیشه به صورت فارسی میگم به بچه ها. توان هست کار یا انرژی تقسیم بر زمان. این توانت، درسته؟ درود بر زهرا صالحی عزیز، درود بر تو. من همیشه بچه ها رو با اسم کوچیک صدا میکنم. زهرا درود بر تو. کلن توان اینه. خب واحدش چیه؟ بریم با هم دیگه ببینیم واحدش چیه. واحد توان وات، اینا جوله، اینم چیه؟ ثانیه است. خب پس جول بر روی ثانیه همیشه میشه چی؟ وات. این کلیش. اما ببینید بچه ها، حواستون اینجا باشه، ما همیشه یه توان مفید داریم، یه توان غیر مفید داریم که اینا اتلافیاست، مثل استکاک و اینا، خیلی چیزایی دیگه. اوکیه؟ ما همیشه یه توان مفید داریم، یه توان غیر مفید داریم. اوکی؟ این دوتا رو با هم جمع کنیم میشه توان کل. خب مثلا یه مثال ساده میزنم، یه کارخونه ای یه وسیله ای تولید میکنه، مثلا از هر 100 تا وسیله ای که تولید میکنه دوتاش خراب در میاد، 98 تاش درست. خب حالا یه جورایی اون 98 مفیده، این دوه غیر مفیده، اینا رو با هم جمع کنیم میشه توان کلت که میشه 98 علاوه 200. این از این. خب در این حد این میشه کل توان. واقعا بچه ها توان همین است. اوکی؟ خب گوش بده به من. حالا یه فرمولای حرفه‌ای هم داره که تو کتابت نیست، من فعلا سراغ اونا نمیخوام برم، فعلا سراغ اون نمیخوام برم. اگه منظورت این حده که اوکیه، اگر نه منظورت حل سواله، من سوال بیارم، سوال با هم دیگه در مورد توان اینا حل کنیم، ببینیم داستان چیست. بریم یه سوال با هم دیگه حل کنیم، ببینیم چند نفر سوال بلدن. آره یا نه بچه ها، بیدارید یا نه؟ همه خوابیدن؟ بیدارید همه؟ بله. فقط زهرا بیداره یا بقیه هم بیدارن؟ بودو ببینم، بقیه هم هستن. درود بر شما. بریم ببینیم توان چی داریم. خب بریم سوال 11 رو نگاه کنیم با هم دیگه بچه ها. یه زنین رو زومش میکنم ببینیم داستان چیست. انشالله که زومه نزد بیرون. خوبه. سوال 11 رو با هم دیگه ببینیم داستان چیه. میگه یک آسانسور، یکی از آسانسورهای برج میلاد، درسته؟ خب میتواند با تندی وی 7 متر بر ثانیه بازی کنندگان را به طبقات بالا ببره. اگر جرم مسافران و اتاقک آسانسور انقدر فرض شود، توان آسانسور چند کیلووات بر کیلووات است؟ خب بچه ها حواسه اینجا، ایده دارید؟ آره یا نه؟ ایده؟ تندی 7 متر بر ثانیه. تندی 7 متر بر ثانیه یعنی چی؟ هر ثانیه میشه چی؟ 7 متر بالا میره. قبول داری؟ آره یا نه؟ قبول داری اینو؟ آفرین مبینا، آفرین غزل. بله 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 بله. بچه ها اینجا که این داره میره بالا، بگو ببینم چی داره کار انجام میده، کار نیروی چی داریم وقتی که یه جرمم به من داده؟ بده ببینم. آفرین مبینا، آفرین آفرین پرنیان، مرسی وزن، مرسی، آفرین. توانت میشه این، بیا اینجا. دبلیو به تی، دبلیوت میشه چی؟ امجه هاش تقسیم بر تایم. خب امجه چقدره؟ 2200 ضرب در 10. هاش چقدره؟ 7 تقسیم بر 1. بیا به همین راحتی، به همین راحتی. امو داریم 2200، ژه رو داریم 10، هاشو داریم 7 و در هر ثانیه حفت میره بالا. تموم شده رفت، به همین راحتی. خب بچه ها میگه کیلووات ساعت، کیلووات میگم، کیلووات ساعت، کیلووات باید تقسیم برای چی کنیم؟ هزارش کنیم، درسته؟ خب 22 رو ضرب در 7 کنی چند میشه؟ بده ببینم. 22 ضرب در 7، 22 ضرب در 7 20 تاش میشه 140 تا، 2 تاش میشه 14 تا، میشه چی؟
میشه 154,000. درسته؟ آفرین. این میشه وات. کیلوواتش میشه 154 کیلووات. خوبه. به همین راحتی. خوبه. تا اینجا اوکی. یه سوال خوب حل کردیم. درود بر شما. در مورد بازده. بریم تو اون صفحه سفید بازده رو بهت بگم برگردیم اینجا. بچه ها ببینید. بذاری صفحه سفیده رو بیارم. بچه ها ببینید بازده کلن داستانش اینه. بازده مفید به کل. همین. کلن. من همیشه بعضی فرمولا رو تو فیزیک من فارسی میگم بچه بهتر میفهمه. با فرموله دبلیو بفهمه بچه گیج میشه. مفید به کل. مفید حالا میتونه کار مفید باشه یا توان مفید. کل میتونه کار کل باشه یا توان کل باشه. خب برای اینکه درصد بشه چی کارش میکنیم؟ ضرب در صدش میکنیم همیشه. خب اگه بخوای درصدی بیان کنی ضرب در صدش میکنی. تمام. درود بر شما. بریم با هم دیگه یه سوال حل کنیم. سوالی ندارید؟ همه بچه ها سر کلاس من ببین خودت هم میدونی منم میدونم یک سال سر کلاس قشنگ چرت زدی، درسته؟ زیر لحاف پتو کلاس رفتی، نمیدونم استاده میگفت فلان تو میزدی بله علکی بوده. ببینم همه هستن، مبینا فقط هست، من که میدونم داستان امسال چی بوده دیگه. زیر پتو و نمیدونم فلان و بیسار و داداش کوچیکه رو آوردی. آفرین فاطمه رضایی سلام، هستید داداش کوچیکه نشوندی اونجا، میگه هر موقع گفت پرنیان یه بله بزن تموم شد و رفت. نکرد کدومتون این کارو کردید؟ خدا وکیلی راستش بگو اینجا دیگه نه استاد، نه جان من، حالا دیگه اینجا کسی نیست. هستیم استاد، میدونم هستیم. نه واقعا خدا وکیلی کسی نه. من آفرین پارمیه اگه نمیدونم حالا اسمش. آفرین من داداشم ندارم. من داداش ندارم، داداشم ندارم چیه؟ خواهر مثلا کی؟ خب اوکی بیا اینجا بریم بچه ها، بریم بچه ها ببینیم داستان چیه. بودو ببینم، بودو سوال با هم دیگه حلش کنیم سریع. خب بچه ها میگه اگر پرنیا میگه من مامانمو نشوندم ولی بچه ها میزنگه. آفرین آفرین. درود بر مادر شما، درود بر مادر شما که همکاری میکنه با دخترش و میگه اون میگه بله، اون داره اونور مثلا بازی میکنه. خوبه، خیلی هم عالی و خوب. بچه بریم بچه. اگر بازده این آسانسور 64% باشد در هر ثانیه چند جول انرژی الکتریکی مصرف میشه؟ خب مرسی بچه. ببینید بازده رو داده 64%. کمکم کن، کمک بچه ها. راندمان یا بازده؟ راندمان گفتیم مفید به کله. بیا اینجا بچه ها، 64% یعنی 64% مساوی است با. تو رو خدا حواست اینجا باشه، خواهش میکنم. خب بچه ها مفیدت همون گوش بده، 100 گوش بده به منا. 54,000 نیست پی مفید؟ آره یا نه؟ چرا قطع و وصل میشه؟ آره یا نه؟ این مفیدته؟ بله. کلتو میمونه پی کل. خوبه؟ آره یا نه؟ درسته؟ خب بچه ها بریم با هم دیگه ساده کنیم. وقتی ساده نمیتونی بکنیم باید هی بزنی دیگه، درسته؟ هی بزنی با هم ببینی داستان چیست. بگو ببینم به دو بزنم، مثلا به دو اینو بزنم چند میشه بچه ها؟ به دو بزنم میشه 32. اونو به دو بزنم چند میشه؟ 154 رو. بوده ببینم 77 نمیشه دیگه، از این بیشتر ساده نمیشه، درسته؟ دیگه ماشین حساب میخواد، از اینجا پی کلت به دست میاد. تمام، به همین راحتی. پی کلت چند در میاد؟ من اینجا فقط بعد مینویسم، مینویسم 77 ضرب در 10 به توان 5 تقسیم بر 32، که تقریبا بچه ها 77 تقسیم بر 32 کنی تقریبا 2.14 میشه. تقریبا، حالا حدودی ما میگیم 2.14 ضرب در 10 به توان 5. تمام، آفرین. تقریبا 2.14. مرسی، درود بر شما، عالیه.
خیلی خوبه. این یه مثال توان، یعنی درسشو دادیم، راندمان هم گفتیم، یه مثال خوشگل هم ازش حل کردیم. زهرا بود پرسیده بود، درسته زهرا؟ همه چی اوکی الان؟ زهرا اوکیه؟ یا خدا زهرا نشست همه رو حساب کتاب کرد دیگه، حالا ما حدودی نوشتیم دیگه، 2-4 درود بر تو، همه چی اوکیه، مرسی. نفر بعدی کی بود سوال کردش از من؟ در مورد چی سوال کردی؟ یادم نیست. یکی بود یه چیز دیگه گفت، گفتش که میشه سراغ فصل 2 هم برید؟ میرم من. خب پرنیان چی گفتی؟ انرژی کیسانی. بچه ها یه سوالی از شما دارم، انرژی کیسانی که تو کتاب شماها دهمای عزیز، مگه فنر دارید شما حالا؟ انرژی فنر رو؟ نه. خب مانوف میدم رو گرما، خیالت راحت. نه نیست. پس چرا انرژی کیسانی میگی؟ خب میگم نگفتن، کتابتون حذف شده فنر، درسته؟ منظور از انرژی کیسانی یعنی انرژی فنر دیگه. حالا معلم گفته بود، پرنیان عزیزم تو امتحان، تو کتاب شما اصلا فنر نداری، فنر حذف شده عزیزم، شما فنر ندارید. اون برای اونایی بود که امسال کنکور داشتن. خب به شما گفتم، ولی تو کتابتون فنر حذف شده. خب ببین بچه ها، فصل 5 حالا چون ترمودینامیکه و بچه های ریاضی تجربی همه با هم تو این کلاس نشستن، شرمنده نمیتونم سراغ فصل 5 امروز برم، ولی ایشالله ما سر یه فرصت های خوب، یه کلاس های خوبی میذاریم، قطعا فصل 5 هم با هم دیگه مرور میکنیم. رو فصل 1-4 میریم. بچه ها گفتن رو فصل 2 هم آره فرمول نیست، نه نمیتونی اصلا حساب کنی، اصلا انرژی کیسانی کلن حذف شده. فنر مبینا جان عزیزم کلن حذف شده، سوالی که توش فنر داره نمیتونه بده، درسته؟ باش. خب میگه فصل 4، خب میریم فصل 4 رو با هم دیگه چند تا سوال خوب با هم دیگه حل میکنیم، فصل 4 اینا حل میکنیم. باشه چشم، حتما نگران نباشید، تغییر حالت رو میگم. خب بریم یه خلاصه بگیم، بریم خلاصه از گرما بگیم. گرما بچه ها ببینید، کیو یه خلاصه حرفه‌ای بهت میگم حالشو ببری. بیا اینجا بچه ها، ما کلن گرما کیو دو تا حالت داریم، حواست اینجا باشه، میخوای اینا رو بنویس، شاید این مدلی بهت نگفته باشن. فقط تغییر دما داریم، فقط تغییر حالت داریم یا فاز. یعنی چی؟ جامد به مایع، مایع به گاز، فلان بخار اینا. بچه ها اگر کیو، بگو ببینم با من فعالیت کن، بدو ببینم خواب نباشه سر کلاس. کیو وقتی تغییر دما داریم فرمولش چیست؟ سوال برای چرخه داشتی عرفانه؟ عرفانه دیگه درست خوندم دیگه فکر میکنم دیگه، اوکیه. برای چرخه داشتی؟ امسی دلتا تو آفرین آفرین، کپی پیس کردید امسی، مرسی آفرین. خب اگه آخر کلاس وقت شد سوالتو از من بپرس. بله کیوت میشه امسی، کیو میشه امسی دلتا تتا، عجب کاری کردی، یا دلتا تی، امسی دلتا تی، آفرین. دلتا تتا با دلتا تی فرق نمی کنه، آفرین. بچه یه سوال بپرسم، سانتیگرادو چجوری به فارنهایت تبدیل می کنی؟ سانتیگراد، آفرین فاطمه، عرفانه، نیلوفر، سانتیگراد. بوده ببینم سانتیگ، سلام بهار، سلام بهار، بهار دیر اومدی. خب 9/5 آه مرسی نیلوفر، نیلوفر موسی و ترکون. آیناز نه پنجمه، 9/5 آفرین آفرین آیناز. مبینا زهرا کلاس داره جون میگیره، کلاس داره خوب میشه، جون بگیر سر کلا. بچه ها بگم چند ما دیگه کنکور داری؟ ببین 24 ما دیگه کنکور داری. میگه یا خدا زیادم نیستا، چش رو هم گذاشتی امیدوار. اینجا الان مبینا زد تو سر خودش. خب اون موقع که زیر لاف خوابیدی، معلم میگه بله تو پا میشی تایپ میکنی، یا اون یکی مامانشو میذاره پشت دستگاه میگه مامان بزن بله بله من برم دنبال کارام اینا، 24 ما دیگه کنکور داری، حالا بزن تو سر خودت. اوکی خوبه، بودو ببینم، بودو بودو گریه نکن فاطمه رضایی، امیدوار اینجاست، فیزیک اوکی همه چی، گریه نکن من هستم. خب بچه ها اگه تغییر حالت دوتا میشه، جامد به مایع و بالعکس،
مایع به گاز یا بخارحالا و بالعکس. خب بالایی چی میشه؟ بالایی چه میشود جامد به مایع؟ آفرین، MLF مثبت منفی MLF مثبت منفی MLV. آه مرسی، آفرین، چه کلاسی شد، چه کلاسی شد، ترکوندیم بادو، آفرین. بچه ها بگو اینم تو جامد به مایع بالعکس اون مثبت کدومه منفی کدومه؟ بگو ببینم اون جامد به مایع یا بالعکس مثبت کدومه منفی کدومه؟ دارم یه خلاصه حرفه‌ای بهت میگم. بودو ببینم، بودو بودو، جامد به مایع، آفرین، چون گرماگیر گرماده، آفرین. بچه ها مثبته باید گرماگیر باشه، یعنی گرما بگیره، منفیه باید گرما بده، گرماده ما می نویسیم اینجا. بیا بیا گرماده. خب بیا اینجا، حالا بیا اینجا، درود بر شما. پس این میشه جامد به مایع، این میشه مایع به جامد، آفرین. خوبه. پایین چی؟ مایع به گاز یا بخار؟ گاز به مایع. نوشتم رو تخته نیست؟ هست؟ هست. روژان میگه هست. بله هست، مرسی. خب بچه ها بگید ببینم، من اینا رو یادم رفته. بوده ببینم، بوده بچه، این جامد به مایع، جامد به مایع، این داری میبینی اسمش چی بود؟ اسمش موبینا خلجی، زوب، آفرین زوب، مرسی موبینا، آفرین نیلوفر، پرنیان، روژان، آیناز، برکه اگه اشتباه نخونده باشم، چه اسم زیبایی، آفرین آفرین. بچه این مایه به جامد چی میشه؟ مایه به جامد، مایه به جامد، عرفان، مایه به جامد، مرسی عرفان، انجماد، مرسی. برو پایینی مایه به گاز، مایه به گاز، مایه به گاز، انگار چیجون با تبخیر مایه به گاز، تبخیر، میعان چیه بخار. پایینی گاز به مایه، میعان، آفرین. بچه ها روی آفرین، چه بچه هایی شد، چه کلاسی شد امروز. بچه ها اینی که این شیشه رو دیدی بخار آب میشه چیکه میکنه، اون چیه روی شیشه ها بیرون سرده داخل گرمه، ها، میعان، آفرین، بخار نیست، میعان بابا، ای خدا، بخار چیه؟ آب رو میبینی، چکای آب رو آب، خدا خیز شد، آفرین، ای خدا. خوبه بچه ها، تسعید چی بود؟ تسعید میگه میعان بود، عرفان خیلی باحالی، جامد، مثال میتونی بزنی جامد به بخار؟ چقدر خوبید بچه ها، آفرین، چه کلاسی شده امروز، میتونی مثال بزنی؟ نفتالین، آیناز، بچه درسونا پیدا شدن، مرسی آیناز، آفرین روشان، پار میده فقط نقطه میزنه، آفرین زهرا یه ذره تاخیر فاز داره، آفرین. چی شد نفتالین رو فقط یه نفر گفت. خب این کل گرما بود. بریم سوال زیبا حل کنیم با هم دیگه، این داستان چیه؟ فصل دو هم میریم، نگران نباشید، اصلا گریه نکنید بچه ها، قطعا ما هوای همه رو داریم. خب یه تعادل هم بهت بگم، آره یا نه، تعادل هم بهت بگم بعد بریم سر وقت تست. خوبه یه تعادل بهت بگم بچه ها. تعادل یعنی چی؟ تعادل یعنی این که چند تا ماده رو رو هم بریزیم به یه دما برسن. مثلا اینجا نگاه کن، فرض کن مثلا M1 C1 تتا 1، اینم M2 C2 تتا 2، اینا رو هم میریزیم، درسته؟ پیاما دیر میاد، آها اوکی عرفانه، درسته، اینا رو هم بریزیم بچه ها به یه دمایی میرسن به نام تتای E یا تتای B یا دمای تعادل، میدونید دیگه، آره یا نه؟ بچه ها اینو میدونید یا نه وقتی رو هم میریزیم؟ بله مرسی. خب
بچه ها ببینید، من حالا معلماتون روش های مختلفی میگن، من روش راحته رو بهتون میگم. اینجا نگاه کن، معلماتون میگن Q1 به علاوه Q2 به علاوه فلان میشه صفر، قبوله؟ اینطوری میگن بچه ها؟ معلماتون اینطوری بهتون میگن؟ آره یا نه؟ بله، خب همه اینطوری، مرسی. بله بله، حالا من چی میگم؟ من به بچه ها میگم که اینطوری نگید، خب همین فرموله. بله، من به بچه ها میگم که حالا یه جوری میگم کیو گرماگیر، یعنی اونایی که گرما میدن با اونایی که کیو گرماده، گرماگیر، گرما میگیرن اونایی که گرما میدن، این دوتا با هم برابره. خب اینو اینطوری مینویسم، فرقی هم نمیکنه دوتاش یکیه، این قشنگتره، اینو من بیشتر دوست دارم. حالا میفهمی چرا، حالا میفهمی چرا. خب این از این، بریم سوال با هم دیگه، بریم سوال با هم دیگه حل کنیم. بودو ببینم سوال. بچه ها میگه در، آفرین، الان بهت میگم، در ظرف عایقی، سوال 20 با هم دیگه بخونیم. بریم سوال 20، بذار ببینم سوال ساده تر هم داریم بهتون بدیم. وایسا وایسا وایسا، سوال ساده تر اینجا ندارم که بهتون بدم. یک ظرف فلان فلان فلان، میریم همونجا، بیا اینجا سوال 20 بخون. سوال 20 بریم با هم دیگه سوال بخونیم. بذار یه ذره زومش هم بکنم که تصویر واضح تر باشه. بیا، خب خوبه، بیا اینجا. میگه در ظرف عایقی 20 گرم یخ منفی 20 و ام گرم آب 60 میریزیم، اگر پس از تعادل تنها آب 30 باشد، ام چند گرم است؟ وایس، خب سوال خوندی؟ با هم دیگه حلش کنیم بچه ها. اگه سوال خوندی با هم دیگه حلش کنیم، اگر اوکی سوال با هم حل کنیم. اوکی اید؟ خب بله بچه ها، اینجا کی گرما میده کی گرما میگیره، اینو میتونید بهم بگید؟ کی داره گرما میده، کی داره گرما میده؟ بده ببینم کی داره آفرین، یخ میده، یخ گرما میده یا یخ میگیره بابا؟ الله اکبر، الله اکبر، من صدا تصویر ندارم، یخ میگیره بابا، خدایا یخ میگیره که ذوب بشه، ای خدا، یخ گرما میده که ذوب بشه. بچه ها یخ گرما میگیره، کی گرما میده؟ معلومه دیگه کی گرما میده دیگه، آب گرما میده. آفرین آفرین، چه کلاسی شد، آفرین، یخ میگیره استاد، هرس نخور. باشه چشم، مرسی زهرا، ممنونم ازت که به فکر سلامتی استاد هستی، رایگان ثبت نامت میکنیم. خب آفرین زهرا صالحی، اگه اشتباه نکنم، خب رایگان ثبت نام میشه به علت اینکه به فکر استاد بود و سلامتی استاد. ممنونم، مرسی. بچه ها یه لحظه گوش بدید، خب بیا اینجا، میخوام حرفه‌ای برای تلش کنم. بچه ها یخمون چند درجه است؟ بودو ببینم، جان اکبر، بودو جان اکبر، بودو ببینم، بودو بودو، منفی 20، آفرین، یه یخ منفی 20 داریم. ممنونم از اونایی که سر کلاسن، آفرین، خب مرسی، آفرین. بچه ها یه آبش هست، خب بیا اینجا، بیا اینجا، دوتاشون رسیدن به آب سی. این چارتی که من کشیدم، این تو کشیدم، اینو همه قبول دارم، من برم ادامه بدم. یخ منفی 20 داریم، آب 60 داریم، دوتاشون رو هم ریختیم، اونو این شده این. اوکیه؟ بله، خوبه. حالا بچه ها آب 60 بخواد بشه آب 30، چه پروسه ای رو باید بره؟ MC دلتا تتا، MLF، MLV، کدومو باید بره؟ آب 60 یعنی همین اولی، نگاه کن، آب 60 میخواد بشه آب 30، این 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 کدوم؟ آف و ام سی دلتا، تو بیا می نویسم برات. بعد میگی که امیدوار چقدر قشنگ درس دادی ام سی دلتا تتا، خب چقدر خوبید، چقدر بچه ها خوبید. حالا بریم بعدی، بیا اینجا بچه، یخ منفی 20 شده آب 30، یخ منفی 20 شده آب 30، اینو بگو، حالا اینو بگو. آخ 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 آخ، فقط من ام ال افه،
اوه بچه ها، دو تا مرحله داره. آه خدا، یخ منفی 20 اول میشه چی؟ سه تا مرحله، ببخشید تازه دو تا چیه؟ سه تا. اول وایسا بینجا بینجا، یخ منفی 20 میشه آب 30. کمکم کن، کمک، توضیح میدم عزیزم، توضیح میدم بچه ها، توضیح میدم. بیا اینجا دختر خوب، بیا اینجا، بیا بچه. اول یخ منفی 10 میشه یخ چی؟ 0. یخ 0 میشه چی؟ آب 0. آب 0 میشه آب 30. چند تا فلش کشیدم؟ سه تا. پس سه تا مرحله داره. آفرین، ببین چقدر من خوبم. خب بیا اینجا، مرحله اول Q1 شه MC دلتا تتا. خب چرا؟ چون تغییر دما. ببین مرحله اول که از یخ منفی 20 شد یخ 0، اینا میشه MC. خب مرحله دوم چیه؟ ای کاش این تلویزیون اینجا بود، بهتر نبود؟ آه راست میگه، آفرین. به این موضوع فکر نکن که تو میشه MLL. آفرین، خوبه؟ آفرین. بعدی چی؟ بعدی مرحله سوم. مرحله سوم اینا آب صفر شده آب چی؟ سی زوبه. مرحله دوم زوبه دیگه، MLF دیگه، بله دیگه، زوب. MC ده. آفرین، Q3 میشه MC دلتا تتا. چقدر ما خوبیم، چقدر ما خوبیم. آفرین نیلوفر، مبینا، برکه. بقیه کجان؟ خب حالا میریم اونجا. فهمیدی؟ واسه چجوری این مرحله رو بفهمیم چند تاست؟ آه عزیزم هم میشموری. آفرین پرنیان، گریه نکن پرنیان. ببین عزیز من، کلا شما مراحل داریم. ببین کلا مرحله اینه، یخ منفی تتا، حالا منفی هر چند درجه، بهش گرما بدی اول میشه یخ صفر، گرما رو بیشتر بدی بعد میشه آب صفر. این مراحل همیشگیه، تکراریست. بعد آب صفرت میشه آب حالا تتا، متوجه شدی؟ از کجا بفهمیم کدوم فرموله؟ خب بچه ها من اینجا گفتم دیگه عزیزان دلم، اینجا بودی اول کلاس؟ اول کلاس بودی آیناز؟ ما گفتیم بچه ها بودی، بچه ها گفتیم برای تغییر دما از کدوم فرمول استفاده میکنیم؟ آفرین، برای تغییر حالت از کدوم ها استفاده میکنیم؟ این دوتا. مگه نگفتیم اینو؟ آره یا نه؟ گفته بودیم؟ درسته؟ بله؟ بله. خب بچه ها گفته بودیم دیگه عزیزم. خب MLF MLV. حالا بیا اینجا، برگردیم به این اینجا. بیا اینجا بچه ها، از یخ منفی 20 به یخ 0 تغییر دما داریم یا تغییر حالت؟ از یخ منفی 20 به یخ 0 دما. آفرین. از یخ 0 به آب 0 چی داریم؟ یخ 0 به آب 0 تغییر حالت. از آب 0 به آب 30 چی داریم؟ تغییر دما. آب 0 آب 0. الان دوزاری افتاد. آره یا نه؟ بله، درود بر تو. بریم سوال حل کنیم. بچه ها پس مرحله آب، پس سم بگیم استاد برای امتحان میتونیم اینطوری مثل شما بنویسیم؟ آره عزیز من، ولی ببین سبک نوشتنا شاید متفاوت باشه ولی جواب ها یکسانه. اینطوری رو بچه ها بیشتر میفهمن، اینطوری که من مینویسم. من وقتی به بچه های کنکوریم اینطوری درس میدم میگن آقای امیدوار اینطوری من بهتر فهمیدم. خب درسته؟ خب معلم شما هم همینطور. خب بچه ها اینجا نگاه کنین، من میذارم اینجا Q1 به علاوه Q2 به علاوه Q3.
اینو قبول داری یا نه؟ یعنی برای یخ منفی 20 اینجا نگاه، یخ منفی 20 به یخ 30 که آب 30 چند تا محل داشتیم این؟ آیا قبول داری یا نه؟ بله خوبه، خوبه، اوکی، خب، بله بله. خب بچه ها یکی گرما داده یکی گرفته، مساوی هم قرار میدید، تموم شد، مسئله حل شد. بیا جا نگاه کن، دو تا با هم برابره. خب میایم می‌نویسیم عدد گذاری. ام یخ چقدر؟ 20. امشو میذاری 20. سی یخ 2.1 یا 2100 هیچ فرقی نمیکنه، میتونی بذاری 2.1 ضرب داره. دلتا تتاش بچه ها یخ 20 شده یخ 0 میشه 20 به علاوه. تا اینجا مشکل دارید؟ کیو یک نوشیم ام سی دلتا تتا اینا ها. جا نگاه کن این میشه ام سی دلتا تتا. نه اوکی خب خوبه، میریم برمیگردیم اینجا. بچه ها کیو دو رو چی باید بنویسم؟ ام ال اف، ام ات 20، ال اف 336 بچه ها، اینو یادت باشه. حالا باید میداد ولی اینجا نداده. دوباره یه 20 ضرب داره. این دفعه 4.2 ضرب داره چند؟ بچه ها مرحله سوم اینجا نگاه کن. مرحله سوم تغییر دما چقدره؟ میشه بهم بگید؟ تغییر دما چقدره؟ اینجا که 20 بود. اینجا چنده؟ 30 تا. آفرین. 30 تا. برمیگردم به اون ور. چقدر خوبید بچه ها. چقدر خوبید شما. این 30 تا. این مساوی هست. اون ور حالا بگو. امشو ندارم. 30 شو دارم. 4.2 میشه بهم بگی دلتا تتای اینجا چقدره؟ از آب 60 شده آب 30. میتونی بهم بگی دلتا تتا چقدره؟ خب چقدر شما خوبید، آفرین. سی تا. ببین منفی 30 میگید ولی من اینجا 30 میذارم. چرا؟ روش من خوبیش اینه. چرا؟ به خاطر اینکه من دو طرف تساوی گذاشتم. شما وقتی میبری اونور تساوی، وقتی شما میگفتی جمع اینا میشه 0 دیگه، درسته؟ خب پس ببری اونور تساوی، خب منفی 30 میشه دیگه. اینو ببری اونور تساوی، قبول داری اون 30 میشه منفی 30؟ آره قرینه میشه دیگه. خب درسته دیگه، بعد مساوی 0 دیگه. شما وقتی این ور اونور تساوی میکنی، مثلا مثبت 2 رو ببری اونور تساوی میشه منفی 2. خب ما هم همونه دیگه. خوبی راه حل من میدونی چیه؟ خوبی راه حل من میدونی چیه؟ راه حل من بچه ها درگیر مثبت منفی نمیشن، همه چی رو مثبت میگیریم. یعنی دو طرف میگه چرا روجان آب 60 شده آب 30، تغییر دما داشتیم یا تغییر حالت؟ بچه شما بگید آب 60 شده آب 30، تغییر دما داشتیم یا تغییر حالت؟ همه جواب روشانو بدن. خب تغییر دما. خب نوشیم ام سی دلتا تتا. خب ام امونه که نداریم، سیمون 4.2 دلتا تتا اونم 60 منهای 30 میشه 30 دیگه. خب الان مشکل چیه؟ الان روژان مشکل چیست؟ مشکل چی؟ اینو میدونی؟ خب چی رو نمیدونی؟ اینو میدونم، اونو نمیدونی. کدومو نمیدونی؟ اون بالا؟ خب عزیز من بایست این برای اون بالا. خب عزیزم این مال اینه تو فرمول. خب تو فرمول ام سی دلتا تتای دیگه. خب باشه اوکی، من که نفهمیدم چی گفتی. بچه ها بریم با هم ساده کنیم، بریم با هم ساده کنیم. بچه ها یه لحظه به من گوش بدید، یه لحظه به من گوش بدید. بچه ها چند تا عدد، یه لحظه، چند تا عدد طلایی داریم؟ میخوام اینو بهت یاد بدم. وایسا میدونم، درود بر شما، ممنونم، ولی چند تا عدد طلایی داریم میخوام بهت یاد بدم. خب گوش بده، احتمالا همه تون بلدید ولی میخوام بهت یاد بدم. بچه چند تا عدد طلایی داریم؟ 2100، 4200، 336000. خب بچه ها ارتباط اینا همه میدونن دیگه، ارتباط اینا رو دیگه، آره یا نه؟ اولی اگر x باشه بعدی چند تا x؟
اولی اگر x باشه این 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 این، بعدی چند تا x؟ دو تا. میدونی بعدی چند تا x؟ بعدی چند تا x؟ اگه گفتی آفرین، سه تا نمیشه دیگه بابا، 336. نه بابا، 2 را ضرب در 2100 میشه 4 دیویژن، نه 4 تا نمیشه، میدونی چند تا؟ 160 تا x. اینو بنویس، اینو بنویس. میخوام یه چیز جالب بهت بگم. بدو 160 تا. خب آه، حالا یه چیز دیگه، اینو بنویس، یادگاری از من. حالا میبینی چقدر راحت ساده میکنم بدون ماشین حساب. خب فعلا اینو داشته باش، حالا دیگه ننویسم اون یکی رو تا بریم اون مسئله رو حل کنیم با هم. اوکیت؟ خب نوشت اینو بچه ها، اون اگه ایکسه، این اگه ایکسه، این دو ایکسه، این 160 ایکسه. خب بیا اینجا، بیا اینجا، ایکس 2100 دیگه عزیزم، بیا اینجا، یا 2 1 دهم. مثلا این اگه 2 1 دهمه، این 4 2 دهمه، این 336ه. اینطوری هم میشه. آه آه، که میتونی بنویسی چی؟ این ایکس، این 2x، این 160x. خب الان بریم به چه کاری میان؟ آفرین، به چه کاری میان؟ بیا اینجا بچه ها، سوال میارم اینجا رو نگاه کن، من همه رو ساده میکنم، ببین چقدر قشنگ سوال ها رو وایسا. بچه ها این 2 1 دهم رو میزنم 336 رو جاش میذارم 160، 4 2 دهم رو جاش میذارم 2، اینم میذارم جاش 2. وایسا ببین چقدر راحت میشه، از اولی میمونه 400، از دومی میمونه 20 تا 160، از سومی میمونه 40 تا 30 تا، مساوی 60 تا ام. ببین چقدر قشنگ شد، حواست اینجا. حالا بچه ها میخوام حرفه‌ای حلش کنم، و حرفه‌ای توی چلمنی نمیخوام حلش کنم. بیا اینجا، این چقدر راحت شد، عددات راحت‌تر نشد؟ همه رو صفرشون رو میزنم، صفر 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 صفر، این چقدر بال شد؟ شد 40 به علاوه 320 به علاوه 120 مساوی 6 تا ام. این چقدر بال شد بدون ماشین حساب. خب این ور میشه 160 با اون میشه 480 مساوی 6 ام، امت میشه 80. میدونی کجا به درد میخوره بچه ها؟ شما باید از الان تو طول این 24 ماه محاسبات سریع یاد بگیری. ما تو چند جلسه اول محاسبات سریع به شما یاد میدیم. سر کنکور ماشین حساب نداری بچه. خب میبینی چقدر راحت حلش کردم؟ خدا وکیلی دیدی چقدر راحت حلش کردم؟ حالا دیدی اون به چه درد میخوره؟ زهرا تازه دوزاریش افتاد، چه خوب بود، درود بر میهمان، درود بر میهمان، چه خوب بود، درود بیکران، مرسی، آفرین. اوکیه، اینم از گرما. یه سوال خوب حل کردیم با هم دیگه. اونی که گفت گرما راضی شد که درس دادیم یه سوال خوبم باش حل کردیم یا نه؟ اونی که به من گفت بله، مرسی گرما سنج، بابا تو رو خدا استاد فصل 3، آفرین. میریم فصل 3 میریم. خب باشه، بریم فصل 3 یه ذره حل کنیم، بریم فصل 3 یه ذره حل کنیم. بودو ببینم، گریه نکن، فصل 3 هم حل میکنم. بیا خوبه، بیا بریم فصل 3 بچه ها. فصل ترمودینامیک ستود جان عزیزم، چون تجربه ریاضی قاطیان ترمو رو فعلا اجازه بده حل نکنیم تا بعد. بچه ها سوال 5 رو ببینید، میخوام ببینم کی نکته رو بلده. سوال 5 رو ببینید، ببینم کسی بلده حلش کنه. بده ببینم، هر کی حل کنه یه جایزه داره. سوال 5 رو خب بده ببینم، سوال 5 رو بخون ببینم جواب چی میدی. بدو 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 بدو. دیگه از این بزرگتر نمیشه دیگه، جا نمیشه، یه ذره بزن
نمیشه با انگشتم که کوچیک نمیشه اصلا. نیست؟ خب بچه ها تخته نداری مبینا؟ چرا تخته نداری؟ نمیدونم. خب بچه ها جواب دادید سوال 50، درود بر شما. خب بودو ببینم سوال 5 میگه که جسی به جرم فلان نیروی فلان جابجایی رو داده، میگه کار فصل 3 تون. بودو ببینم منتظر عزیزان هستیم که ببینیم چیکار میکنن. خب کسی جواب داد سوال 50؟ کسی بلده؟ کسی استاد خودتون بگین، وقت کمه. باشه میگم بابا. کسی بلد هست یا نه؟ اصلا میگن اینطوری به ما نگفته. نه؟ بله نراستش. خب بچه یه چیزی بهتون بگم، تست کنکور سراسری 98ه، کنکور 98. وایسا یه چیز جالب بهت بگم بچه ها، افت اینه دیگه، قبول داری؟ 6i به علاوه 8j، دیت هم قبول داری؟ 4i به علاوه 5j، اینا رو قبول داری یا نه؟ اوکیه؟ بله. حالا بهت یه روش راحت یاد بدم، سر کلاسام بیا بشین، 11 دهمی 10 هم بیا بشین سر کلاس من. کلاسامون 11 همی، هم 11 هم درس میدیم هم 10 هم. 10 هم بیا بشین، نکاتو یاد بگیر سر کلاسام ایشالله تا بسون. خیلی نکاتو بلد نیستی. بچه ها آیا رو تو هم ضرب کن، جیا رو تو هم میشه ضرب کنید بگید چند میشه؟ میشه؟ نه دو ماده دو مجهول چیه بابا، بیا اینجا. 6 4 تا چقدر میشه؟ 24 تا. 6 4 تا 32 تا. چی؟ بله تابستون کلاس میذاریم ایشالله، اگه نشد از مهرما میذاریم، از مهرما ببخشید، از مهرما کلاساتونه. ولی بیا بشه هم دهم میگم. 8 5 تا 40 تا. این دوتا رو با هم جمع کن چند میشه؟ 24 تا سیب داریم، 40 تا سیب دیگه بهش اضافه میکنیم. 24 تا سیب داریم، 40 تا دیگه بهش اضافه میکنیم. آه میشه 64 تا. عجب چیزی گفتی امید با. عجب چیزی قشنگی. ای خیلی باحال بود. نه نیده بودید. تست کنکور 98ه. اه چقدر باحال. 24 تا این ور، جواب 64. وا خب بیا اینجا. مرسی درود بچه‌ها. میتره کنیم بچه‌ها، نگران نباشید. خب بریم سوال بعدی، بریم فصل 3. برو ببینم سوال 7 رو بگو ببینم. 7 رو بخون جواب بده، تست کنکور بازم. بدو این راحت تره، همیشه جواب میده مبینا. همیشه آیا رو تو هم ضرب کن، جیا رو تو هم ضرب کن، با هم جمع کن. مبینا همیشه جواب میده، آیا تو هم ضرب، جیا تو هم ضرب، با هم جمع. بابا میهمان قراره که بیای سر کلاس دکتر امیدوار بهت یاد بده. خب معلومه بهت نمیگن، این روش منحصر به فرده. بیا سر کلاس من ایشالله همه رو یاد میگیری. خب سوال 7 میگه که اگه کار نیروی وزن، خب بچه ها کار نیروی وزن و خب من یه سوالی ازت میتونم بپرسم. کار نیروی وزن وقتی میریم بالا چی میشه، وقتی میایم پایین چی میشه؟ من یه خلاصه ای از کارا بهتون میگم. بیا اینجا. خب بچه ها ما یه سری نیروی مهم داریم، بچه معروف ها. بیا اینجا کار نیروها. خب بیا اینجا. آفرین. خب نیروی دلخواه F. خب بچه اینو بنویسید، این خلاصه حرفه‌ای رو بنویسید. کار نیرو چی میشه؟ اگه گفتی W چی میشه؟ نیروی دلخواه F. بگو ببینم کار نیرو چی میشه؟ بگو ببینم W. ببینم فرمول بلدی؟ ببینم فرمول بلدی برای W. F دی کوسینوس. آه چه کلاسیه. مرسی مبینا، نیلوفر، غزل، زهرا، به این میگن یه کلاس خوب. F
دی کوسینوس تتا. مرسی. اونایی که از الان تو فکر کنکورن دو سال دیگه پزشک میشن و مهندس دانشگاه خوب رتبه دو رقمی سه رقمی میارن، اونی که میذاره سال آخر تازه یادش میاد که کنکوری وجود داره، یه کلی درس تلمبار شده هیچی. الان شماها قطعا ایشالله کلاس رو بیاین چندین قدم که چه کیلومترها از بقیه جلوترین. خب نیروی بعدی، نیروی وزن. خب ایشالله. خب نیروی وزن بچه WMG من بهش میگم، کار نیروی وزن. خب چی میشه؟ من اینطوری میگم، مثبت منفی MG ضرب در جابجایی عمودی. الان بچه معلماتون چی گفتن؟ معلماتون گفتن MG هاش یا دلتا هاش، درسته؟ معلماتون اینو گفتن دیگه، میگن MG دلتا هاش یا آره همینو گفتن. من میگم که مثبت منفی MG ضرب در جابجایی عمودی. فهمیدی چی شد؟ MG ضرب در جابجایی عمودی. اوکی. خب مثبت برای بالا یا پایین، منفی برای چی؟ مثل من یاد بگیر. خب MG دلتا، من میگم MG ضرب در جابجایی عمودی، دلتا هاشو میگم جابجایی عمودی. مثبت برای پایین آفرین، چه کلاسی شد، پایین منفی بالا. آفرین آفرین، درود بر شما. دارم خلاصه حرفه‌ای بهت میگم، این خلاصه ها رو جایی نمیبینی ها. جای میخوای این بالایی رو بیارم یه اسکرین شات بگیری؟ اینو میخوای یه اسکرین شات بگیری؟ این خلاصه حرفه‌ای رو، اینو یه اسکرین شات بگیر اول، اینو بگیر یه اسکرین شات داشته باش، یه خلاصه حرفه‌ای بود. گرفتی؟ بیا بریم بریم بعدی رو که نوشتم، یه اسکرین شات بگیر. شما که دیگه امسال سلطان کلاس درازکش و اسکرین شات و مامان بشینه پشت دستگاه و من برم بخوابم و اینا شدید دیگه، حالا اینم یه اسکرین شات هم داشته باشین. بیا اینجا دبلیو امجه را گفتم، بریم دبلیو بعدی. بچه ها دبلیو اف ان نیرو عمودی سطح، این چیه؟ دبلیو اف ان من اینا رو جابجا نوشتم و اینا رو جابجا نوشتم، حق با شماست. اون بالا این میشه پایین، این میشه بالا، حق با شماست. خب این جابجا نوشتم، درسته؟ بله. خب جابجا نوشتم، بله. بچه‌ها کار نیروی عمودی سطح FND، نه اونو جابجا نوشتم، حق با شماست. خب بالا میره منفی، پایین میاد مثبت، حق با شماست. چرا میزنی؟ خب FN کارش چیه؟ آخ 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 آخ، کار نیروی FN صفر. بچه یه سوال میپرسم اینم جواب منه. مرسی موبینا، مرسی نیلوفر که تو کلاس، زهرا، برکه، بقیه کجان؟ بقیه کجان؟ پرنیان. خب بقیه کجان؟ بقیه ندارین؟ آیناز، عرفانه. خب بچه یه سوال میپرسم، آیا کار نیروی عمودی سطح همواره صفر است؟ این جمله من FN دیگه، نیروی عمودی سطح FN. آیا کار نیروی عمودی سطح همواره صفر است؟ بله خیر، بله خیر، بله بله. خب من اینجا یه چیزی برات مینویسم، یادگاری فعلا داشته باش، حواست باشد در آسانسور صفر نیست، فعلا این داشته باش. بعضی از بعضی از معلمای دور از جون دور از جون بی سواد میگن که همیشه صفر. غلط، تو آسانسور صفر نیست. حالا من باش کاری ندارم، میره بالا پایین صفر نیست، ولی روی سطح، روی سطح که حرکت میکنه، مثلا اینطوری بالا پایین میره، روی سطح کار نیروی عمودی سطح صفره، درست؟ ولی تو آسانسور که میره اینطوری دیگه کار نیروی عمودی سطح صفر نیست. خب خوبه، بریم کار بعدی، بریم کار بعدی. کمک، کار بعدی میدونی چیه بچه ها؟ نیروی استکاک. خب اینو به هم بگو. آخ 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 افکا آفرین، کارش چی میشه بچه ها؟ دبلیو افکا آفرین، کار نیروی استکاک. آخ 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 آخ، مرسی، آفرین به این کلاس، ستوده، مبینا، نیلوفر، چه کلاسی شد امروز. بودو
خب کار نیروی استکاک دبلیو اف کا اف کا دی کوسینوس. بچه ها قبول داری که وایسا آفرین یه لحظه تتات همیشه 180 خلاف جهت حرکت، درسته؟ پس تتا میشه 180، 180 هم کوسینوسش منفی 1، میتونم بنویسم منفی اف کا دی، که این منفیه میدونی چیه بچه ها؟ منفیه هست کوسینوس 180. اوکی؟ آخ پس چقدر قشنگ شد، امیدوار چقدر زیبا شد، چقدر زیبا. اگر اوکیید بریم. اوکیید بچه ها، اینو میخوای یه اسکرین شات بگیری؟ اینم یه یادگاری بر یه یادگاری از من. تا حالا اینطوری خلاصه براتون کرده بودم بچه ها همه رو با هم. بله خب خدا رو شکر خیر. خب بریم بچه ها، اینم یه خلاصه حرفه‌ای از کار. اسکرین شات گرفتی؟ اسکرین شات گرفتی؟ درود بر شما، درود بیکران. بله بله بله. خب بریم 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 ببینیم داستان چیه. بریم سوال حل کنیم با هم، بریم با هم دیگه سوال حل کنیم. بودو ببینم. خب توی اینجا سوال 8 حل کنیم. از اینا خوبه؟ از اینا منظورت عزیزم؟ مثلا سوال 8 خوبه؟ عرفانه نوشت مرسی. بریم سوال 8 با هم دیگه حل کنیم بچه ها. برویم بریم. خب بچه ها بریم. بگید ببینم سوال 8، سوال با هم دیگه میخونیم. میگه مطابق شکل آونگی از نقطه آ رها میشود. بذار یه ذره زومش کنیم. نمیشه زوم میکنی خیلی دیگه زوم میشه. خب آونگی از نقطه آ رها میشود و تا نقطه بی بالا میآید. اگر طول نقطه نخ برابر اینقدر جرمش اینقدر کار نیروی وزن. الان من سوالی که دارم از شما اینه، میتونید بهم بگید کار نیروی وزن رو میخواد؟ پس من دیگه زومش کنم دیگه. طول نخ یه متره، جرمت هم 2 دهم. امت هم چیه؟ 2 دهم. اینجا میرسم ام 2 دهم. اینم الته. یه سوال من زومش کنم بچه ها. از آ تا ب الان کارش مثبت یا منفی؟ میتونید بهم بگید از آ تا ب، از آ تا ب، از آ تا ب. اینجا نگاه کن، از آ تا ب کارش میگی مثبته. چرا مثبته؟ چون اومده پایین. آفرین، چه کلاسی شد امروز. از اینجا تا اینجا کارش مثبت. آفرین، پایین اومده. آفرین. یادت گفتم کار نیروی وزن چیه؟ امژه ضرب در جابجایی چی؟ عمودی. بیا پایین. امژه ضرب در جابجایی چی؟ عمودی. خوبه؟ خیلی هم عالی. پس کار نیروی وزن مثبته. دبلیو امژه مثبت. بریم گزینه های منفی با هم حذف کنیم. بریم گزینه های منفی رو حذف کنیم. بودو ببینم. کمک کمک کمک. خب گزینه های منفی کدوم گزینه ها حذف میشه؟ گزینه 3 حذف، 2 هم حذف. خب من اینجا می نویسم گزینه های منفی حذف. آفرین آفرین. 2 و 3 حذف. جواب یا 1 یا 3. خب بریم با هم دیگه. بچه ها من گفتم که چیه؟ یه لحظه به من گوش بدید. حواسا اینجا. گفتم مثبت امژه ضرب در جابجایی چی؟ عمودی، یا همون دلتا هاش به قول شما. مثبت امژه ضرب در جابجایی عمودی. بریم با هم دیگه. خب بچه ها ببینید، خیلیاتون جابجایی عمودی رو نمیتونید حساب کنید. هی ال کوسینوس اینا حفظ کردید و اینا. یه چیز جالب میخوام بهت یاد بدم. بیا اینجا، اینجا نگاه کن، حواست اینجا باشه. بچه ها نگاه کنید یه لحظه اینجا رو. ببین الان جابجایی عمودی من چقدره؟ از نقطه آ اینجا رو نگاه کن. الان بیا اینجا گوش بده به من، حواست اینجا وایس.
ببینید تو این مثلث زرد رو یه لحظه نگاه کن، تو مثلث زرد رو، تو مثلث زرد رو نگاه کن. خب بیا اینجا بچه ها، الت چیه؟ یه متره. اینجا رو نگاه کن، اینو داری یک متر. الان من اینجا رو میخوام، بذار من سبزش کنم اینو، اینجایی که سبز رنگ میکنم. خب بچه ها ببینید، یه جمله میگم فیثاغورس نه، یه جمله بهت میگم حرفه‌ای، تو هیچ کتاب اینطوری ننوشته. همیشه اونی که زاویه بینشو داری کوسینوسه. اونی که زاویه بینشو داری چیه؟ کوسینوس. یعنی چی؟ یعنی این الان یک کوسینوس سیه که میشه رادیکال سه دوم. اوکیه؟ آره؟ بیا اینجا بریم این ور. این الان چقدره؟ یه متر. بچه ها زاویه بینش اون ور سیه، این ور چنده؟ شست نیست این ور؟ این شست نیست؟ اینجا نگاه کن، شست نیست؟ خب الان این قرمزه رو میخوام، اینجا اینجا قرمزه چی میشه؟ یک کوسینوس شست نمیشه؟ بله. گفتی جملم چی بود؟ اونی که زاویه بینشو داری چیه؟ بوده ببینم، اونی که زاویه بینشو داری چیه؟ کوسینوس. آفرین آفرین، کوسینوس. خب 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 بچه ها این طوله رو میخوام، کوسینوس شستم که یک دومه. خب ببین یه ذره بد شد، اینجا توام شد، من اینجا مینویسم یک دوم. خب بچه ها این فاصله مشکیه، الان قبول داری میشه رادیکال سه دوم منهای یک دوم؟ اگه قبول داری من برم ادامه بدم. این ببین اینجا نگاه کن، یه لحظه بچه ها این کل اینو میبینی؟ کل اینو چند در آوردم؟ کل این میشه رادیکال سه دوم. اینها این رادیکال سه دوم. خب بعد این قرمزه چقدر شد؟ یک دوم. خب من یه تیکه پایینو بخوام چجوری باید به دستش بیارم؟ کل منهای این قرمزه دیگه میشه این پایینیه. فهمیدی چی گفتم؟ فهمیدی چی گفتم؟ یه بار دیگه بهت نشون بدم. خب کلش چیه؟ کلش چقدره؟ بگو کلش رادیکال سه دوم. این بالا چقدره؟ یک دوم. خب این پایین میشه رادیکال سه دوم منهای یک دوم. تمام. چه سوالی حل کردی امیدوار. اینجا بریم با هم دیگه عدد گذاری کنیم تمومش کنیم. میشه اممون دو دهم ضرب داره جی ده ضرب داره رادیکال سه دوم منهای یک دوم. کمک میشه دو ضرب داره رادیکال سه دوم منهای یک دوم. دو در تک تکش ضرب میشه رادیکال سه منهای یک. کدوم گزینه میشه؟ گزینه یک. چی شد؟ مرسی غزل، مرسی آیناز، مرسی زهرا، مرسی نیلوفر، کلاس رو ترکوندید، مرسی برکه، ممنون. این هم از فصل دو یه سوال زیبا و یه سری نکته، اصلا یه قسمتی از فصل دو رو گفتم اصلا. اوکیه، اون کارا رو همه رو گفتم. یه سوال قشنگم برات حل کردم که حالشو ببری. میریم بریم بچه ها بریم فصل دو. بریم. خب اشتباه کردی زهرا جان، اشتباه کردی، باید از هم کم کنیم. تو با هم جمع کردی، اشتباه کردی. از اونایی که جسم رو رها میکنی مثلا اینطوری منظورته؟ خب وایسا یه سوال بیارم با هم دیگه حلش کنیم. بذار یه سوال بیارم با هم دیگه حلش کنیم. کاری نداره که جزوه‌م اینجاست. الان یه سوال میدم حل کنیم با هم دیگه. خب بیا سوال قشنگ بهت بدم دیگه، سوال حرفه‌ای. بیا فنر داشته باشه یا نداشته باشه بیا. خب بچه‌ها اینو نگاه کنید، از اینجا جسم رها شده اومده اینجا. خوبه. اینجا نقطه C، این نقطه B، اینجا هم 4 متر. خوبه. اینجا هم یه دایره است به شعاع R مساوی 2 متر، اینجا هم R مساوی 2 متر. اینجا نقطه بیا. یه سوال قشنگ بهت بدم، از اینا گیر داده، از اینا حل کن. بیا. این نقطه A، نقطه C. قبوله؟ اوکی. خب. یه توپی از اینجا رها می‌کنی.
سوال بخونم جواب بدیم. سوال بخونم با هم دیگه جواب بدیم. خب میگه که مطابق شکل جرمو داده 2 کیلوگرم. من اطلاعاتم اینجا برات می‌نویسم. جرمو داده 2 کیلوگرم. میگه از مسیر آتاسی بدون استکاک. اینجا بچه ها اینجا رو میبینی؟ این بدون استکاک. من اینجا می‌نویسم بدون استکاک. این اتیکه که صورتی رنگش میکنم و سبز رنگ، این تیکه با استکاکه. اوکیه بچه ها ببین از اینجا که میاد، از اینجا که اینطوری اینجا بدون استکاکه، این تیکه زرده. بعد که از اینجا تو این سبز رو میبینی داره میاد، خب اینجا دیگه با استکاکه. فهمید چی شد؟ یه تیکه بدون. خب حالا ببین چی میگه. نیروی استکاکم بهت داده 5. من اطلاعات مثلا افکا رو بهت داده چند؟ 5. کار کل رو میخواد، کار کل. خب بچه ها بریم. خب بچه ها کار کل دبلیو توتال میخواد. بچه ها میشه به این بگید که تو این مسیر از آ تا بی چه کارهایی انجام شده؟ فنر ندارید بچه ها، فنر حذف شده. اگه معلماتون گفتن هنوز تو کتاب دهم قدیمن، دهم جدید فنر نداره، شرمندتم. تو جزوه منم فنر نیست، فنر حذف شده عزیزم. اگه معلمتون گفته اضافه گفته، خب نباید فنر ما نره، فنر حذف شد، برای دور قبلی ها بود. خب درود بر شما، بلدم، میتونم بگم. خب بیا اینجا بچه ها چه کارهایی انجام شده؟ بچه ها میتونید بگید در مسیر آسی چه کارهایی انجام شده؟ از آ تا سی چه کارهایی انجام شده؟ آفرین آفرین آفرین، یه دبلیو میشه. مرسی. حالا باید یه ذره کوچیکش کنم این دفعه دیگه. بیا اینجا. خب آفرین، درود بر شما، دبلیو میشه به علاوه. خب بچه ها از سی تا بی چه کارهایی انجام شده؟ از سی تا بی. آفرین، دبلیو افکا. آفرین آفرین، کار نیروی استکاک. مرسی آفرین غزل، نیروفر، زهرا، برکه. آفرین بچه ها. کار دیگه ای هم داریم؟ دیگه کار دیگه ای تو این مسیر داریم؟ کار دیگه داریم؟ نه. آفرین، خیر. حالا بریم بزنیم. بچه ها امجه که حالا بگو ببینم کار نیروی وزنت مثبت است یا منفی؟ کار نیروی وزن مثبت است یا منفی؟ آفرین، چرا منفی؟ چرا منفی؟ پایین. آفرین، مثبت. مثبت امجه ضرب در جابجایی عمودی. من هاش نمیذارم. خب مثبت داره میاد پایین. کار نیروی استکاک چیه؟ منفی اف کا دی. دیدی؟ آره. بریم با هم دیگه حساب کنیم. بریم با هم دیگه حساب کنیم. بده ببینم. کمک. خب کمک. کمک. بگو ببینم عددا رو بذاریم توش. بدو. خب میشه چی؟ 2 ضرب در 10. جابجایی عمودی چقدره بچه‌ها؟ جابجایی عمودی ببین اینجا، اینجا از نقطه آ به سی جابجایی عمودی چقدره؟ جابجایی عمودی چقدره؟ بدو. 2 ببین جابجایی، ببین این جابجایی عمودی ته. اینجا نگاه کن می‌بینی جابجایی عمودی مهمه. جابجایی چی؟ عمودی. آفرین 2. مرسی. منهای افکات 5/4 40 منهای 20 مساوی 20. بچه ها کار و انرژی فصل 3 شما انقدر آسان است که کلن میشه تو یه صفحه خلاصش کرد و تمام نکاتش رو گفت تموم شه بره. خب حالا ایشالله سال بعد که میاد 11 من هم 10 به شما میگم، هم 11 به شما میگم. خیالتون راحت باشه، یعنی دوتا کتاب رو بهتون میگم، هم 10 با هم مرور میکنیم، تست میزنیم، نکاتو میگیم، هم 11 هم درس میدیم، هم تست میزنیم، هم نکته میگیم. خب اوکی، همه چی تحت کنترله، خوب شد، همه چی خوبه، درود بر شما. خب استاد 12 هم آره دیگه پنپه
دوازدهم رو بخوای میتونی با دوازدهم یا بیای بشینی. اگه خیلی دیگه میخوای بری تو فضا از تابستون بیا دوازدهم هم بشین. خب بیا اینجا، چون فیزیکا به هم ربطی نداره. ببین دهم تو یه جای توی یه وادی، یازدهم یه وادی، دوازدهم یه وادی، میتونی دوازدهم هم بیای بشینی. خب میای؟ آفرین بر زهرا. زهرا کنکوری که نیستی، همون دهمی دیگه داری میری یازدهم دیگه. آره بله میای. ببین عزیزم، تابستون دیگه از تیر ماه شروع میشه دیگه. ببین ما تابستون دهم خیلی خوبه. خب تابستون دوازدهم میگیم، بعد از مهر ماه دیگه دهم و یازدهم و دوازدهم به موازات هم دیگه میریم جلو. خوبه، خیلی خوبه، عالی. بریم بریم ببینیم داستان چیه. خب خوبه، کلاس رو ترکوندیم امروز. خب بچه ها بریم یه ذره فصل همه جا میاد. خب خوبه، خوب بچه ها بریم یه ذره فصل دو حل کنیم. بریم یه ذره فصل دو. خب بیا اینجا تست رو حل کن. تست شماره 12. 12 بودو بودو، یعنی تیر ما شروع میشه کلاساتون برای بله پارمیدا دیگه. ما دیگه فرصتی، من بس سه تا کتاب به بچهای کنکوری بگم، دهمو بگم، یازدهمو بگم، دوازدهمو بگم، تا عیدم باید تمومش کنم. وقتی دیگه نداریم که عزیزم. خب بده ببینم، یک حسودی شد. این چی یک حسودی شد؟ خب بده ببینم، تستو بزن بخندیم. خیلی متشکر، درود بر پارمیدا. بودو بودو وقت نداریم. تست شماره 12، 12 منظورمه. بودو ببینم، 12 چی شد؟ گزینه بگید، منتظر گزینه های سبز شما هستیم. ببینم چند نفر درست میگویند. در شکل روبرو، حجم و عمق و آب و فلان. زهرا میگه 2، آی زهرا میگه 2، زهرا سالی غزل میگه 3. خب بین علما فعلا اختلاف نظر است، فعلا اختلاف نظر است، 2 و 3 بین علما. خب بعدی روژا میگه 1، آفرین. 3 آفرین. خب 1 2 3 4 چه گناهی کرده بدبخت بیچاره؟ گزینه 4 رو چرا نمیگید؟ بوده ببینم، بوده وقت نداریم. منم 3، منم 1، منم دنده به دنده. چی شد؟ منم 3، منم 1. بریم ببینم بچه ها، هر دوتای اینا رو پر آب کرده، هر دوتا رو پر آب کرده. بیا اینجا. خب بچه ها، فشار به ارتفاع شکل، به شکل ظرف ربط داره. فشار، فشار به شکل ظرف ربط دارد. زهرا خیر، فقط به ارتفاع. بودو ببینم، ارتفاع ها برابر P1 برابر P2. تمام، اوکیه. خیر، P1 برابر ارتفاع برابر این. پس گزینه 4 و 1 حذف میشه. جواب یا 2 یا 3. خب حالا علما بین 2 و 3 اظهار نظر کنن، بگم ببینم 2 درسته یا 3. 2. بچه ها گفته که نیرویی که ظرف، نگاه کن، نیرویی که ظرف ها به سطح افقی وارد می کند. به این بچه ها کلن یه چیز جالب بهت بگم، حالا ایشالله سر کلاسمون کامل بهت میگم. بچه ها نیرویی که ظرف ها به سطح افقی وارد می کنند امجه هستش، یعنی وزن. اینو یادت باشه، روژه هاش آ، نیرویی که مایه به کف ظرف. ببین بچه ها، ما کلن دوتا نیرو داریم. ببین چقدر نکته تو همین کلاس گفتم، چقدر نکته گفتم. ببینید ما دوتا نیرو داریم، یه نیروی مایه به کف ظرف، نیروی ظرف به سطح.
این اف یا خودم این خراب شد. تصویرم اوکیه؟ اوکی هم. اینجا اف هم میشه رو جه هاش آ یا فرمول پا. پا، فرمول پا. اوکی؟ درسته؟ هر موقع نیرو یادت رفت فرمول پا. خوبه. این هم میشه این میشه. عجب چیزی گفتی امیدوار. چند نفر اینو میدونستن؟ این دوتا بعضی جا با هم برابره، بعضی جا با هم برابر نیست. میتونی بگی کجا با هم برابره؟ کی میتونه بگه چه موقع این با این برابره؟ مبینا، غزل، زهرا، استاد من دومی رو میدونستم. خب باشه، اولی چی؟ حالا بگو اینم چه موقع این دوتا با هم برابر است؟ اگر گفتی جایزه داری. جایزت کلاس رایگان، ثبت نام کلاس رایگان. الکی از خودم دارم میگم ولی خب حالا چپ چپ دارم منو نگاه میکنم از پشت صحنه. درسته؟ باید پول از جیب خودم بدم ولی حالا اشکال نداره. تو بگو چه موقع این دوتا با هم برابره؟ اگر گفتی. آی کجایید بچه های دهم؟ چقدر بیحال. میدیدی بچه های یازدهم رو ترکوندن. پرنیان نقطه گذاشت. منفی میذاره. مثبت میذاره. نتونستی بگی؟ خب. نمیدونید؟ نمیدونید من بگم. من تصویر ندارم. با جا به جایی هم جهت باشه. جا به جایی؟ اینجا چه ربطی به جا به جایی داره؟ آقای گودرزی چه ربطی به خانم شقایقی داره؟ جواب چند شد؟ وایسا چه ربطی داره؟ همون مبینا میگه خانم گودرزی چه ربطی به آقای شقایقی داره؟ دقیقاً میگه جا به جایی هم جهت شد. اینجا جا به جایی خدایا این چی بود دیگه؟ خب بیا اینجا. در ظروف استوانه‌ای یا مکعبی؟ این دوتا با هم برابر است. اینو یادت باشه. در ظروف استوانه و مکعب این دوتا با هم برابره. مثلا ظرفت اگه دهنگوشات باشه، نمیدونستید. خب اگه ظرفت دهنگوشات باشه اینطوری. بچه تو این سه تا ظرف کدومش ظرف یک دو سه روژه هاش با امشه روژه هاش آ با امشه برابره؟ تو این ظرف ها یک دو سه آفرین تو دو منظورم اینه. آفرین این این دقیقا تو این ظرف روژه هاش. حالا آفرین 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 آفرین. حالا میریم تست رو میزنیم. اینجا بچه ها امجه های این دوتا مگه با هم برابر نیست؟ وزنه ها یکسانه و فقط ظرف سر و ته شده. فقط ظرف سر و ته شده. جواب ببخشید گزینه سه. دیدی؟ سر و ته شد. الان یه سوالی دارم. منو سر و ته کنی وزنم عوض میشه؟ نه. برعکس. خوبه. چقدر جالب. چقدر زیبا. نه. بیا اینجا. این سوال دیدید بچه ها تو تمریناتون؟ این سوال تو تمریناتون دیدید؟ اینو دیدید یا نه؟ بله. دیدید دیگه معلم ها حل کردن این سوال برات. میخوام اینو هم یه چیزی بگم حال کنی. آره چه راه حلش طولانیه یا کوتاهه؟ راه حلش طولانیست یا کوتاه؟ خیلی طولانیه. خیلی طولانیه. اوف و وای 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 کوتاه. زهرا کجاش کوتاهه؟ طولانیه. راه حلش بسیار طولانی است. وایسا حالا میخوام یه چیزی بهت بگم حالشو ببری. روش منحصر به فرد. هیچ جا نمیبینی. گوش بده به من.
سوال تمرین کتاب درسی است، تمرین آخر فصل. حالا ما اینجا به صورت تست آوردیم، میتونیم گزینه‌هاشو برداریم بکنیم چی؟ سوال تشریحی امتحان پایان ترمت. حواست اینجا باشه. سوال چیه؟ خیلی هم طولانی نیست، ولی خب طولانیه. راه حل عادیش طولانی. من راه حل عادیشو بهت میگم، فقط میگم. بعد روش تستی بهت یاد میدم که حالشو ببری. بیا اینجا گوش بده، من یه ذره زومش میکنم که قشنگ تصویر رو داشته باشی. بیا اینجا بچه ها، برای حل این سوال من چیکار میکنم؟ دو تا نقاط هم فشار میگیرم. ببین اینجا نگاه کن، گوش بده به من، گوش بده به من. اینجا نقاط هم فشار A و B، بعد نقاط هم فشار C و D. قبول داری یا نه؟ چند تا نقطه هم فشار گرفتم؟ دو تا نقطه هم فشار گرفتم. قبول داری اینو یا نه؟ اگه قبول داری من ادامه بدم راه حلو. فاطمه، مبینا، مرسی، ستوده، نیلوفر، پرنیان، زهرا. بله. خب. بعد میام یه دونه مینویسم پی آ مساوی پی ب. ببین اینجا نگاه کن، پی آ مساوی پی ب. یه بارم مینویسم پی سی مساوی پی دی. اینو قبول داری یا نه؟ اینو قبول داری؟ این راه حل عادیشه؟ بله. خب بعد میری حل میکنی دیگه. آقا آ بالا سرش چه خبره، بی بالا سرش چه خبره، از این کارا میکنی. خب حالا میخوام یه چیزی به تو یاد بدم، یه چیزی بهت یاد بدم که امشب خوابت نبره. فهمیدی چی شد؟ خب اوکیه. میخوام یه چیزی بهت یاد بدم که امشب خوابت نبره. روش منحصر به فرد، تو هیچ کتابی این روش رو نمیبینی. روش من درآوردی، منحصر به فرد و همه جا هم جواب میده. برای تستای طولانی مثل این تست گوش بده به من، که تمرین کتاب درسیدم هست، تست کنکور سراسری سال 97 و امکان داره امسال سال دیگه بیاد دوباره. گوش بده به من. ببین بچه ها، من روش من اینه، میگم حرکت در لوله های یو شکل. حرکت در لوله های چی؟ یو شکل. یعنی چی حرکت در لوله های یو شکل؟ بچه ها شما تو یک مایعی اگه بری پایین، مثلا داخل استخر، هی بری توی آب، فشارت زیاد میشه یا کم میشه؟ سری بوده ببینم. بوده اید حواسم به شماست. زیاد. بله بری زیاد میشه دیگه، هرچی بری تا هی آب بالا سرت زیاد میشه. آفرین، درسته، مرسی. پس هرچی بیای بالا چی میشه؟ فشار چی میشه؟ کم میشه دیگه، کم میشه. اوکی مرسی، درود بر شما. ببین از این تکنیک چجوری استفاده میکنم و حرکت میکنم تو لوله های چی؟ یو شکل. بیا اینجا. آخ 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 آخ. بیا اینجا، بیا اینجا. الان میری به معلمت میگی که سر کلاس امیدوار نشستم، میری به معلمت میگی سر کلاس امیدوار نشستم، یه چیزی گفت که برق سفاز ازم پرید. فکر نمیکردم راه حل کوتاه هم وجود داشته باشه. گوش بده به من، اینجا رو نگاه کن. نقطه شروع ما اینجا میگیرم، شروع حرکت. شروع چی؟ حرکت. پایانش هم اینجا میگیرم، اینجا پی صفر دیگه، پایان. میخوام از اینجا شروع کنم بیام اینجا. ببین چقدر قشنگه. خب میام مینویسم اینجا رو نگاه کن، قشنگ دقت کن. روش منحصر به فرده. ایشالله سر کلاسام اومدی تستای فوق سخت رو با این روش حل میکنم. سه سوت توی نیم خط. بیا اینجا گوش بده، بیا اینجا. بچه ها از شروع، نقطه شروع پی رو به من داده، میشه پی. خب بچه ها میام حرکت میکنم، میام میرسم به نقطه آ. بچه ها گوش بده، نقطه آ قبول داری فشارش با نقطه بی برابر است؟ نقاط هم فشاره؟ آره یا نه؟ بله. پس من میپرم روی نقطه بی. پرش. اوه پرش. حالا میخوام برم، باید برم بالا یا پایین؟ میخوام برم اون سمت، سمت راست. میخوام برم بالا یا پایین؟ بالا. بچه بالا برم فشارم کم میشه یا زیاد میشه؟ بودو ببینم. بودو. آفرین چه کلاسی شده امروز. مبینا، پرنیا، ستوده، برکه، آه زهرا، مرسی. پس میشه منفی روژه هاش جیوه. گوش بده، رسیدم به این فضای اینجا که دارم نقطه چی میذارم، هیچی نیست توش، مایه نیست، گازه، مهم نیست. پس ولش میکنم، میام میرسم به نقطه سی. بچه ها حالا حرفه‌ای شدی، بگو اینم رسیدم به نقطه سی. آفرین نیلوفر، پرش دوم انجام میدم. آفرین، ترکوندی. میرم رو نقطه دی. حالا از دی کجا باید برم؟ چقدر خوب نکته رو گرفتی، چقدر خوب نکته رو گرفتی. آفرین. بالا، بالا برم فشارم کم میشه، پس منفی میذارم، میشه منفی روژه هاش چی؟ آب. خب
تموم شد. به کجا رسیدم؟ به کجا رسیدم؟ آخرش کجاست؟ پی صفر. آفرین آفرین، مساوی پی صفر. مجهول ما چیست؟ هاش جیوه. امیدوار عجب چیزی گفتی تو امروز. اینو میشه همینطور عددا رو بذار توش، اگه هاش جیوه به دست نیومد هر چی میخوای به من بگو، هر چی میخوای. همه علامت تعجب، چشای انقدی شد. هان واو، ببین گفتم بهت روش کاملا منحصر به فرد است. گفتم بهت هیچ جا نمیبینی، عمرن تو هیچ کتابی، هیچ ما هیچ کی بهت نمیگه. درود بر شما، خیلی خوب بود، خیلی خوب. عددا رو بذار، اگه جواب نداد با من. مرسی. تستای فوق سخت رو با این حل میکنم و بچه ها برات. اینقدر قشنگ تو این لوله های یوشک هر چند تا باشه حرکت میکنم و به جواب نهایی میرسم با یک معادله، فقط جایگذاری میکنم. همین. درود بر شما، مرسی. عجب چیزی خواستی، جایگذاری میکنم. استاد هنگ کرد. یه دونه دیگه حل میکنید فوق سخت، فوق سخت برات حل کنم. خب حل میکنم، حل میکنم، حل میکنم، نگران نباش. مثلا یه همچین سوالی رو نگاه کن، اینجا رو نگاه. بیا بچه ها خوششون اومد از این روش. بیا اینجا، بیا اینجا الان یه روش، بیا اینجا ببین اینو نگاه کن. این سوال جزوه‌مه ها. خب میتونم فکر میکنم جزوه رو بهتون نشون بدم که ببینید یه همچین سوالی رو. دیده میشه فکر میکنم، دیده نمیشه؟ دیده میشه جزوه رو بیارم جلو؟ خیلی احتمالاً میشه. بذارید بذارید بچه ها جلوتر بیارم. اینو میبینید این سوالو؟ این سوالو میبینید؟ اینو میبینید؟ اوکی مهمه، اوکی میبینید؟ بله. ببین سوال اگه بخوای به روش عادی حل کنی خیلی سخت میشه. اینی که انگشتم روشه، اینی درسته. حالا بیا اینجا ببین با روش اختصاصی امیدوار ببین چه جوری حل میشه. بیا اینجا، بیا اینجا، شکل رو برات میکشم، حالشو ببر. یه مخزن اینجاست، خب لوله میاد، میاد اینجا، اولین لوله یوشک، بعد میره بالا. اول بذار نقاشیمو برات بکشم، دومین لوله یوشک، بعد میرسه به اون مخزن دوم. اوکیه؟ خب اینو داشته باش، شکلو داشته باش. بیا اینجا، خب من مایه ها رو برات میذارم. یه مایه داریم اینجا، خب این مایه سبز رنگه. خب یه دونه دیگه اینجا داریم، میاد اینجا، اینجا مایه نارنجی رنگه، میذارمش اینجا. فقط تو به من بگو، نمیخوام عددی حل کنم، فقط میخوام نکته رو با هم دیگه یادآوری کنیم. بیا اینجا، من اینجا عددا رو میذارم برات. بیا اینجا رو میذارم 35، اینجا رو میذارم 10، اینجا رو میذارم 55، اینجا رو میذارم چی؟ 15. خب اینم مخزن 1، مخزن 2. میشه کمکم کنی؟ یه زومم میکنم که بهتر روش تسلط داشته باشی. میشه کمکم کنی بهتر کنیم سوالو؟ بیا اینجا بچه ها، از کدوم مخزن بریم به کدوم مخزن فرقی میکنه؟ امیدوار گفت به من شروع از مخزن، نه شروع از مخزن، نه فرقی نه، از دو برو به یک، از یک برو به دو. حالا بیا از دو بریم به یک، بریم از دو بریم به یک. بادو ببینم، از دو به یک. بسم الله الرحمن الرحیم، می نویسم پی دو، کمک. میام اینجا، اول میرم پایین، نگاه کن، میام پایین. بچه ها میرسم به این نقطه، نقطه آ و بی، این نقطه آ، نقطه بی. چه حرکتی باید اینجا انجام بدم؟ پرش داریم. آفرین، یک پرش. چقدر شماها خوبید، چقدر شماها خوبید. نکته رو همینجا رو هوا گرفتی یا؟ مرسی. حالا باید برم بالا یا پایین؟ چقدر خوب نکته رو گرفتی، چقدر خوب نکته رو گرفتی. میریم بالا، بالا میرم منفی میذارم یا مثبت؟ آفرین، منفی قطع. واه عجب کاری کردید، عجب کار. میشه منفی رو جه هاش. یه لحظه وایسا، یه لحظه وایسا، مثلا اینو میذارم رو یک. بچه هاشش اگه گفتی چم میذاریم، چقدر خوبید، چقدر خوب نکته رو گرفتی. چم میذاریم هاش تو؟ اگه گفتی 55، آفرین نیلوفر، ترکون 40، مرسی. 55 تا اونوره، 15 تا منای هم میشه 40 تا. آفرین آفرین آفرین. میریم 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 بعدی، میریم بعدی. بچه اینجا گازه، با گاز کاری ندارم، میام نقطه سی، نقطه سی، نقطه دی. حرکت بعدی که باید انجام بدم چیه؟ یه پرش دیگه. واه، پرش دوم، پرش دوم، مرسی. بعد بعد چیکار کنم؟ بودو ببینم، بعد میرم بالا. اصلا ترکوندی، تموم شد. منفی رو دو جه هاش مساوی پی یک.
اینو از من یادگاری داشته باش، بیا سر کلاسام، انقدر روش خوب بهت یاد میدم که تستایی که انقدر راه حل داره رو تو توی یه خط حلش کنی. اوکیه، روش ها کاملا منحصر به فرد، روی یه خط نوشتم، فقط عدد گذاری کن از این به بعد. از این به بعد فقط چیکار کن؟ عدد گذاری. درود بر شما بچه ها، ما فرصت آنچنانی نداریم، خب یعنی وقتی دیگه نداریم، تموم کارمون. خیلی کلاس امروز خوب بود، مرسی از ستوده، مبینا، زهرا، حالا نیلوفر و پرنیان، درود بر شما. ببینید بچه ها، یه جورایی کلاس ما کلاس حالا معرفی بود و یه حالا یه سری روش ها و نحوه کار و اینا، حتما شرکت کنید، منتظر دیدنتون هستم، یعنی مشتاق دیدارتون هستم، به امید دیدارتون. مواظب خودتون باشید، خسته نباشید، شما خسته نباشید. درود بیکران، ممنون. حتما کلاس میذاریم، کلاس بعدی هم بهتون میگیم، بهتون اطلاع رسانی میشه، خیالتون راحت. تو این وقت محدود سعی کردیم یه گذری به هر فصلی بزنیم دیگه، فصل 2, 3, 4, 1 که چیزی نداره. خسته نباشید، مرسی، ممنون، درود بر شما، مرسی، مواظب خودتون باشید. عالی بود، ممنون، شما عالی بودید. Thank you.